ما با میگم که شفشف نمیکنیم، نمیوغ نمیتیم، روشاد میگم که مقصد ما حکمت نمیزه رای بند هم در روزی هستیم مردم؟ بله یکم نفر هم در پیدا میشه بخشش ما زیاد صحبت کردیم وقت شما را گرفتیم وقتی شما ما و شما را گرفتیم هم در نفری هسته که خلاف سخنه ما باشه حق داره که میبراید گپ زنه حق داره اگر میخواهم و کامیرون هم خواهیم نکنیم دوش نمارد بس نفری که نگه حکمت هم میگذر درسته هست یکم نفر بالا هست بالا قسم میخورم که کسی دستش نمیرسه اونی گوشو ای حتی نه این جای چیش نیست من میدونم که در بین ما این شما بدونید آدم های امنیت هست در اون جای درگیر در اونا هستن نه که ما جای ترس نداریم چون که میگیم راه ما آخرش زفره یا زفر اونجا چیزی نداره باید ما حتما زفر میگیم ما میگیم میگن زفر یا شهادت ها شاید من برم ما شهودشم شخصا من نه که مود ظفر است ما برای خلاق ما چیه ظفر یا ظفر حق با ما البته ان شاء الله برادر بیان خلیگم که هر کسی که طرفدار حکمت همین روزا باشه بالا قسم میگم که از گپ زیاد چ نمیگه ان شاء الله من را بکره کنم نمیگم که از گپ زیاد چ نمیگه گپ داشته باشی طرفدار هم حکمت باشی ببر در بین بگو که با قدم خاطر هم حکمت روزا طرفدار نیستم هستم خیلی نفر ها اگر که نباشه اگر که نباشه نفرایی که در بین مو هست در امنیت روزا کار میکنن خیلی برادر او کاری خود چون نمیکنن ما کاری خود مون من فقط به نمای یک گفتنی یک قدم دادو در بر ما قدم تا به پود نمون قدم تا به دیل و قلب و طرف نمون همون نمی قدر نگه همون جز در بین باشی عقیده سر دیگه کرد و الله قسم ما این مستی مونه جنه است ما اینجا پستی مونه همه مونه پستی مونه آمده گیم برای همین برادر رو من میخواستم که هاز یک پیام کوتاه بر رئیس جمهوری روزه رو بگیم خار شد امروز گوهرهای نابی ما اگرچه که در چشم دشمن ما ارزش نداشتیم کسی ما را به نظر نمی گرفت چند وقت پیش ما را کسی به نظر نمی گرفت چور به عقل می گفتد انمی کسایی هستند که شما را میده میده میکنند به جا گفتگی بدن که شما کسی نمی خیزد شما تصور کنین به یک گپی ما چقدر کسی را در دلشون ما ترس داختیم فقط گپ ولی ما حرکت فعالیت نکردیم فقط این حقیقت از سخن رساندن در گوش مردم بود یا از نمی میترسان که حقیقت کسی نگه با چشمش خار شد امروز در چشم انمو دشمن امروز ما و شما خار شدگیم کی گوهرهای ناب ما اونمو اصلی تاجیک، اصلی مسلمان، اونمو خالصاشون اینمی بفهمین که هر کسی که در این راه میبراید خداوند نمیخیر ویبیرد میکنه میبراید در این راه اگر اینجا یکی بودن کلید قهرمانی شد زی سر بیرون کنه ای دشمن هوای انشعاب ما اگر که میگه که یکی بودن متحد بودن یک جا بودن اگر همه کلید پیروزی باشه اگر همه باشه کلید کامیابی اگر انقلاب کردن کلیدش نمی باشه یکی بودن باشه پس ایسر بیرون که که ما را دیگه فرقه فرقه میکنی کلابی و غربی و پامیری و ونجی و دروازی و بدخشانی میگوی ایگه پار دیگر ایسر بیرون که ما انشالله که متحد میشیم در این پیکار ما بودند اقوام دیار من گذشت آن دم که می کردند من یا تو خطاب ما فراموش کنید که گپایی که او در مبین مردم این فرقه و این جنگ را که داختیم انمی چوچه های انمو بلا بدیم امروز انمو فرزندتون شما وردستیم در سری با فرزندهای یک موندستیم چقدر شعرها را از بین بردین از مردمی کلاب چقدر جوان مردها را شما قربان کردین از مردمی غرم چقدر جوان مردها را شما قربان کردین از مردمی پامیر، ونج، از بدخشان، از لیلیناباد، از ختلان چقدر جوان مردها را شما بردین زندان کردین و کشتین امروز فرزندای اونا فهمیدن که دشمن کی بوده است گذشت آن دم که می کردند من یا تو خطاب ما او گپا گرفت دیگه نمی دانم چی حالم است لیکن این قدر دانم که حاجت نیست امشب باده و جام شراب ما من دیگه نمی دانم چی خیل میگم خوشی کنم
همین قدر من میدونم که امروز دیگه از ما در کار نیست که ما ساز سرود گوش کنم. این همین سر و صدای جوان ها برای مرا یک ساز سرود شدگی های. وقتی که میشنمم سر و صدای جوان ها را برامداشان ها پیکتاشان ها میشنمم برای مرا فقط یک موزیکا شدگی های. این همین راحت میکنم برای مرا میگه یک من نمیدونم چی خیلی را برای شما تحلیل کنم. نمیدونم چی حالم است لیکن این قدر دانم که حاجت نیست امشب باده و جام شراب ما که امشب که ما در کار نیست که امروز من می بنوشم یا که موزیکا بمونم ساز سرود گوش کنم. این همی برای من از ساز سرود چی دگی های هر روز می خواهم که یک جوان بشنوام. زیبس مدهوش و سرمستم زلبخندی وطن دارم. امروز چهره خندان جوان را من میبینم. امروز امید مردم وقتی که من میبینم این همی برای مرا کافی است که من مدهوشم. من در تعجب و در حیرانم که جوان را ببینم. زیبس مدهوش و سرمستم زلبخندی وطن دارم. نمی گنجد به پیراهن تنی مست و خراب ما. این همی کافی است برای مردم که امروز واقعا دیدن که نه بدست جوانایی که در این راه جان قربان میکده بدستن. فراموش کنه دشمن که امروز جوانا را شکست میتید. ما خدا خواهد انشاءالله که جوانا را ما حتما بدار میکنیم و سرامون را در سنگا میزنیم و برای همی مردم برای همی مظلومین برای نمی مهاجرا برای نمی جبر دیدا ما خدا خواهد انشاءالله آماده استیم که ما جان ما را فدا کنیم. دوستان عزیز روزی آن رسیده است که همه از یک گریبان سر برانه. واقعا هم امروز ملت در عذاب است. امروز ملت تاجیک یک قسمت بزرگش غلام است. بیرون از وطن در ملک مردم یک قسمت دیگر که اکثریت را تشکیل می دهند در بزرگترین زندان که به نام تاجیکستان است زیر حکومت رحمانوف قرار دارد. دوستان عزیز برای شکستن آهنهای این زندان همه ما باید سهم بگذاریم. همه ما باید صف بکشیم. همه ما باید که کوشش کنیم.